خب از بوتستراپ یه فریم ورکه، من اینا رو ببندم یه پروژه بوتستراپ جنریت بکنیم و بیایم اینجا. ببینید این بر وقتی که دارید نیو پروژکت میکنید، گوش کنید، اینجا در واقع نیو میکنید که نیو پروژکت میکنید، این بر بوتستراپ هست، از اینا استفاده نکنید. خب حالا انشالله اگر با خودم یه روزی بودید بحث ریاکت میخواستید یاد بگیرید، ریاکت نیتیو یا بیو، من این ستا رو در واقع حالا بحث تو فرانت، این که بحث موبایل اپلیکیشن، ولی این دو تا برای بحث فرانت هستش که هر جفتشون خیلی واجبه. حالا ریاکت بحث لایبرریه و بلد باشید که میخواید بازار کار وارد بشید، یعنی باید این بایدیه بعد بلد باشید، اینم جزء در واقع حالا بایدی نه ولی خب بلد باشی خیلی خوبه. ولی خب تو فرانت در واقع این دو تا رو بلد باشی آپشن خیلی مثبت، حالا حتما اینه که بعد بلد باشی. این هم که بحث موبایله دیگه، حالا بحث موبایل اپلیکیشن اینا کاری ندارم اصلا باش، ما روی گزینه ام تی پروجکت کلیک میکنیم با اینای دیگه، اصلا بوت استرپ کوردوبا، کوردوبا هم در واقع شما بیاد از انگولار استفاده کنیم برای موبایل اپلیکیشن و نود جی اس اینا هم هستن، حالا در موردش بعدا خاصی صحبت میکنیم، ولی در کل از اینجا استفاده نکنیم برای ساختن اینها. خب میرید دونه به دونه یاد میگیری که از کجاها باید استفاده کنیم برای ساختن اینها. من میام روی این گزینه کلیک میکنم روی دسکتاپ و روی پلاس یا فولدر میذارم بوت استرپ و اوکی میکنیم، کرییت رو میزنیم، دیس ویندو میکنیم و الان پروژه‌مون ساخته خواهد شد. یک کلیک راست و گزینه ایندکس و میایم اینجا و منم اینجا این رو فعلا پاک میکنم، دلیل داره. خب بریم ببینیم که بخوایم بوت استرپ رو شروع کنیم کار کردن به چه صورت هستش. ببینید بوت استرپ یه فریم ورک در واقع فرانت حسابش بکنیم، یه فریم ورک فرانت هستش که حالا بیشتر بحث سی اس اس، من گوگل رو که استارت بکنم کافی می‌رسید سایت گت بوت استرپ. خب ما در واقع ساعتی که بوت استرپ که وارد بشید، الان اینجا خودش داره میگه، میگه build fast responsive site with بوت استرپ، میگه خیلی سریع شما میتونید سایت های ریسپانسیو رو از طریق بوت استرپ جنریت بکنید. اینا کویک دیزاین اند کاستماز ریسپانسیو، میگه بهتون کمک میکنه که سریع و بیاید ریسپانسیو بکنید، واکنش ریسپانسیو میشه واکنش گرا، در واقع خصوصی کاستماایز هم که میشه خصوصی سازی دیگه، خصوصی سازی بکنید یه واکنش گرایی رو، حالا معنی فارسی چیز جالبی میشه. این یه سایت های خیلی سریع بیاید یه سایت رو ریسپانسیوش بکنید. موبایل فرست، یعنی اولویت اولش این هستش که شما موبایل فرست باشه، یعنی در واقع اولویتش برای موبایل هاست یا حالا تبلت ها اینو در نظر بگیرید با بوت استرپ. و میگه خیلی محبوبه، ماست پاپولار هستش فرانت اند، اوپن سورس هم هستش، یعنی که اوپن سورس رو هم نمیدونید بدونید، ما در واقع تو دنیای برنامه نویسی یه سری نرم افزارا رو داریم، یعنی یه سری برنامه ها رو داریم که اصلا اوپن سورس، یعنی چی؟ مثل پی اچ پی. حالا اگه من پینت رو باز بکنم، دنیا چرا دنیای الان در واقع اوپن سورس هاست، نه که مثل پی اچ پی، حالا بزنم اینجا بنویسمش، مثل پی اچ پی، مثل پایتون، مثل ریاکت، مثل جاوا اسکریپت، مثل نود، مثل ویو، اینا همشون اوپن سورس هست. خب حالا نود جی اس منظورم، در واقع نود اوپن سورس هست، یعنی چی؟ یعنی که شما راحت میتونید به کدای اصلیشون دسترسی پیدا بکنید و تغییرات ایجاد بکنید. خب توی خود کل پروژه پی اچ پی، پایتون، ریاکت، جاوا اسکریپت، نود جی اس، ویو، اینا خیلی معروفن دیگه، گولنگ هست دیگه، روبی هست، اینا چیزای زبانایی هستن که آره دو تا زیاد معروف نیستن، بیشتر اینایی که معروف هستن پی اچ پی و پایتون، ریاکت و جاوا اسکریپت، نود جی اس و ویو و جاوا هم هست، زبان معروف هست جاوا. در واقع اینا اصطلاحاً چی ان؟ اوپن سورس ان، یعنی کداشون سورسشون در اختیار شما هستش، هر جا که بخواید میتونید راحت ازشون تغییرات ایجاد بکنید و در واقع اضافه بکنید، کم بکنید. ولی در واقع نرم افزاری داریم مثل سی شارپ، سی شارپ یا برنامه نویسی سمت ویندوز، سیستم عامل ویندوز، اینا سیستم عامل های نمیدونید بدونید، اینا سیستم عامل لینوکسی هستن، در واقع لینوکسی هستن و
و در واقع زبان برنامه‌نویسی سمت لینوکس هم هستن. اینا سی شارپ مثلا در واقع سمت ویندوز، ویژوال بیسیک، اینا که ویندوزی هست. آقا اینا اوپن سورس نیستن. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم تغییراتی تو کدشون ایجاد بکنم. چه جوری؟ نگاه کن الان فرض کن میایم تو ویندوز. میایم اینجا دنبال یه دونه فایل میگردیم که پسوند DLL داره. خب DLL ها کتابخونه های چی هستن؟ کتابخونه های سمت ویندوز هستن. خب شما کافیه که بیاید اینجا ادیت در واقع نوت پد رو بزنید. میبینید الان یه سری کد های اینکریپت شده، رمز گذاری شده اینجا وجود داره. خب پس اینایی که یا دیتا هایی که یا برنامه هایی که میاد توی ویندوز نوشته میشه اصطلاحا رمزگذاری میشن. حتی سی شارپ که در واقع شما میرید ای اس پی کار میکنید، زبون سمت بک اند سمت ویندوز رو بیاید کار بکنید، وقتی که میخواید سایت رو برید بالا اصطلاحا پابلش میشه. خب پابلش که میشه میاد کل دیتا هایی که توی این زبان وجود داره میاد رمزگذاری میکنه و میره رو هاست قرار میگیره. دیگه شما نمیتونید عملا توش تغییرات ایجاد کنید. ولی اینا اینجوری نیستن. مثلا سایت هایی که میان با پی اچ پی، پایتون می نویسم یا ریاکت، حالا جاوا اسکریپت یا نود، حالا فرقی نمیکنه، همینا که اینجا هستن راحت شما میتونید میرید تو کدش روی هاست رو هر جایی که ازش بیا تغییرات ایجاد بکنید، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. اینم بحث اوپن سورس و این موارد بود. در واقع اینجا داره برمیگرده میگه اوپن سورس یعنی اینکه ببینید کد رو در اختیار شما میذاره و شما میتونید هر جایی که دلتون میخواد ازش استفاده بکنید و کد رو تغییرات بدید. من یه چیز خیلی مهمی هم هستش و میگه کلی کامپوننت داره داخل در واقع بوت استرپ، یعنی کامپوننت هایی وجود دارن که شما میتونید از اونها استفاده کدای آماده. کامپوننت میشه کدای آماده. کدای آماده وجود داره مثل اسلایدر، مثل تب، مثل آکاردو، مثل کاروسل، مثل منو شما میتونید ازش استفاده بکنید. و میگه ان پاورفول جاوا اسکریپت پلاگین، پلاگین های خیلی خوبی هستش که توی جاوا اسکریپت هستش و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب میگه دانلود میخوای بکنید، میخوای استارت بکنید. ببینید ورژن 5 بوت استرپ اومده، اولا بتا، یعنی توصیه نمی‌کنیم ازش استفاده کنید، ولی ورژن در واقع 4ش هستش. من هر روز دارم از ایشون استفاده می‌کنم. ورژن 5 شما دارم توی پروژه جدید استفاده می‌کنم، دیدم به شدت داره توی گوگل من وقتی من رام می‌کردم میومد بالا، اولا لگ مینداخته در واقع توی برنامه و اینکه به شدت میومدش اینجا اگه در واقع تصویر اینجا رو میزدم میومد از سی پی یو من به شدت کار میکشید. خب یعنی در واقع گوگل کروم که میخواست بیاد بالا اینجا مثلا هستش 219 مگ رم داشت مصرف میگه، گوگل کروم من یه دفعه شده بود نزدیک 1 گیگ خورده. خب پس این هنوز اصطلاحا اوکی نشده، یعنی هنوز جواب خودش رو پس نداد. لذا از بوت استرپ 5 فعلا استفاده نمی‌کنید. بوت استرپ 5 هیچ فرقی با بوت استرپ 4 نداره. بوت استرپ 5 اومده کلی کلاس‌های بوت استرپ 4 رو حذف کرده، یعنی هیچ اولویت یا هیچ چیز خاصی بهش اضافه نشده، اومده کلی از کلاس‌های خیلی خوبی که توی 4 بود رو حذف کرده. خب میایم اینجا گت استارت رو می‌زنیم، میگه وقتی می‌خوای استارت بکنیم از این فریم ورک که می‌خوام استفاده بکنیم برای موبایل فرست هم هستش و ریسپانسیو هم هستش، میگه میخوای کویک استارتش بکنی، یعنی که خیلی سریع میخوای ازش استفاده کنی، بیاد از این لینک های سی دی ان استفاده بکنی. خب یه چیز یه سوال در مورد سی دی ان ها بکنیم یه دفعه و بعد ممکنه نیستش که شما این برنامه میخواید به کار بکنید کلی فایل های سی دی ان ببینید. نگاه کن هر نگاه کن الان اینجا داره میگه لینک اچرپ اچ تی تی پی سی دی ان در واقع کانتنت دلیوری نتورک اسمش هستش که سرچ بکنید مشخص هستش سی دی ان ها چی هستن. میام این طرف نگاه کنم داره میگه بوت استرپ مین سی اس اس، یعنی شما میتونید بیاید این بوت استرپ مین سی اس اس رو تو این آدرس، من این آدرس رو برمی دارم کنترل سی کنترل تی میزنم کنترل وی میزنم، نگاه کنم بوت استرپ مین ورژن 5 ش هستش بتا. خب رو شما میتونید بیاید اینجا آخرین ورژنش رو دانلود بکنید. خب من که نمیخوام از ورژن 5 ش استفاده بکنم، من میخوام ورژن 4 ش استفاده بکنم. خب شما اگه بخواید ورژن 4 استفاده بکنید نگاه کنید بالا رو ورژن ها هستش، من میگه آخرین ورژن 5، من نمیخوام 5 استفاده کنم، هنوز 5 استیبل نشده، بتا به قول خودش هنوز، من میذارم رو 4 و خورده ای. خب نگاه کن اومده انتهای بوت استرپ یه ادساین گذاشته گفته 4 و 6 رو میخوام. اوکی میام اینجا این رو کپی میکنم کنترل سی کنترل دی کنترل بی و اومد اینجا 4 و 6 رو در واقع برای شما قرار داده و میتونی بیا اینجا کلیک راست بکنی سیو از بکنی این بوت استرپ مین رو. خب من نمیام این کار رو بکنم، چرا؟ میام کل این کد رو کپی میکنم و
و میام توی پروژه. میتونم بیام اینجا قرارش بدم. اگه بیام اینجا و این رو جنریت بکنم، میتونم بیام اینجا و این CSS رو قرار بدم و بریم سراغ JSش. JSش هم همین صورته. در واقع میگه میتونی از jQuery اسلیم استفاده بکنی و اینم بوتستراپ بحث باندلش هستش، میتونی ازش استفاده بکنی. اگه باندلش رو میخوای نخواستی میگه بیا همه اینها رو کپی کن که اسلیم هستش، کاپر هستش و بوتستراپ هستش. میگه اینها رو میتونی در واقع قرار بدی. اینا چیه؟ من کپی رو میزنم بعدا میفهم. اینا دپندنسی یا وابستگی هایی هستش که این مقادیر در واقع اینها میان چیکار میکنن. بوتستراپ شما وقتی میخواد جنریت بشه باید اینها رو داشته باشه. چیا رو داشته باشه؟ یک jQuery. jQuery چیه؟ jQuery یک کتابخونه از جاوا اسکریپتی که یک سری کد های در واقع جاوا اسکریپت توش وجود داره که برای اینکه شما بخواید در واقع جاوا اسکریپت ننویسید، بیاید از jQuery استفاده کنید و کارتون رو راحت‌تر بکنید. فوق العاده پرکاربرد jQuery. حالا ان شاءالله دورش رو می‌گذرونیم ببینید که چقدر میتونه در واقع کمک بکنه برای اینکه شما چه انواع اقسام کارهای اسلایدر بسازید، منوی ریسپانسیو بسازید، کاروسل، آکاردئون، دیگه همه چی، هر چی که فکر می‌کنید بتونید با jQuery بنویسید. لذا جاوا در واقع بوتستراپ احتیاج داره به jQuery. اینجا اسلیم گذاشت. اسلیم چیه؟ حالا بعدا در مورد صحبت می‌کنم. اسلیم یه مقدار فانکشن‌های زیادی که میتونه وجود داشته باشه توی جاوا اسکریپت رو اومده حذف کرده. در واقع توی jQuery که وجود داشته باشه اومده حذف کرده. لذا ما از این استفاده نخواهیم کرد. من فعلا فقط این رو دانلود کردم گذاشتم اینجا. دانلود نکردم. اینجا مرحله بعدی پاپره. هاپر در واقع یه دونه استپی هستش که یه سری از فانکشن بوتستراپ روش قرار گرفته و بوتستراپ min.css هستش. هر سه تا این رو من طبق داکیومنتی که خودش گفته میگم میام اینجا قرارش. خب میگه میخواید استارت بکنی تمپلیتت رو، میگه شما میخواید در واقع بیا شروع بکنی دیزاین بکنی و دیولپ بکنی، میگه تو HTML5 میگه بیا و از این تمپلیتی که من اینجا برات درست کردم استفاده بکن. خب من همین کارو کردم دیگه. الان فقط میتونم کپی کنم، کنترل A بزنم، پاک کنم، کنترل B بزنم. خب اینها رو هم اومده چیکار کرده؟ کامنت کرد. میتونید اسلیم اینجا اومده بود استراپ باندل، نه ما اینا رو نمیخوایم. میام اینجا اینها رو فعال میکنم و میام اینجا این رو بعد از کامنت های HTML کامنت گذاشته اینجا. این مقادیری که من گذاشتم بوت استرپ مین، پاپر و jQuery. خب بریم یه صحبت کوچیکی بکنیم قبل از اینکه بیام اینا رو اجرا بکنم. Alt F2 رو میزنم و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. Ctrl U که بزنید میتونید بیاید اینجا دونه دونه بزنید ببینید که اوکیه. میبینم اوکی. اسلیم هم میزنم jQuery version 3.5 Ajax. این منفی یا در واقع هایفن گذاشته یعنی که این فانکشن ها رو ساپورت نمیکنه توی jQuery. به خاطر همینه من در واقع اسلیم نمیخوام استفاده کنم. پاپر ببینید که اینجا وجود داره و در نهایت مقدار آخر که در واقع بوت استرپ خود مین هستش که باید وجود داشته باشه. خب این CDN ها چیه؟ این کد که اینجا دارید میبینید HTTPS CDN، این CDN ها چی هستن؟ یا همون Content Delivery Network. ببین یه موقعی شما در واقع میایید میخواهید مثلا یه بوتستراپ فریم ورکی مثل بوتستراپ رو توی وبسایتتون تو قرار بدید. خب توی فریم ورک در واقع توی این وبسایت خودتون اینجا قرارش بدید. خب توی تمپلیت خودتون موقع قرار بدید. خب بوتستراپ در واقع یه مقداری داره، مثلا بوتستراپ min.css و ست مقدار دیگه هم داره jQuery و پاپر و بوتستراپ مین که بعد به پروژه اضافه بشن که ما شروع کنیم از بوتستراپ استفاده کردن. خب میتونید بیاید حالا بیاییم پایین ببینیم چیزی در مورد اینا صحبت کرده. ویوپورت اینا که من در مورد صحبت کردم تو مدیا کوئری گفتم تگی هستش که اینا خودش هم داره میگه، میگه بوتستراپ دیولپ میکنه موبایل فرست و استراتژیش این هستش که اپتیمایز بکنه، یعنی بهبود بخش کدهای موبایل رو، دیوایس موبایل رو اول و اسکیلش هم در واقع اسکیلبل باشه، بیاد خودش رو مچ بکنه کامپوننت ها لازم که تو سی اس اس هستن رو به وسیله مدیا کوئری. یعنی اول آخر شما مدیا کوئری سر کار دارید، اینکه اصلا شکی نیست توش، ولی شما وبسایتتون رو که میخواید طراحی بکنید حتما باید از مدیا کوئری استفاده بکنید. و اینجا هم داره میگه حتما الزامی هستش که بیاید
واقعا همین ببینید اینیشال اسکیل وان گذاشته، معنی مفهومش این هستش که وقتی میخواد اینا داره میگه زوم این که میخواد بکنه آل دیوایس، در واقع زوم که میکنه نریزید وبسایت به هم دیگه. اینا مثلا اینجوری کنترل پلاس که میزنید ببینید وبسایتتون اصطلاحا نیاد اسکرول در واقع سمت پایین رو پیدا بکنه. و این داره میگه که اد میکنید ریسپانسیو ویو پورت متا تگ رو توی در واقع کجا هد، یعنی این چیزی که ما اینجا قرار دادیم، بقیه‌اش هم که مهم نیست. خب اوکی این گزینه دانلود داره، من کل هم بوت استراپ رو از روی داکیومنتش درس میدم چون بعد اول یاد بگیرید کلاساش چیه، بعدا در مورد طراحی وبسایتش که خیلی هم ساده میشه وبسایت طراحی کردن باشه. آخه میگه میخواید در واقع دانلود بکنید، میگه میتونید توی کامپایل شده سی اس اس و جاوا اسکریپت رو بیاید استفاده بکنید و توی پروژهتون در واقع اینکلود بکنید توی پروژهتون، یا اینکه بیا و اینا سورس فایلش هم داشته باشه. سورس فایلش چیه؟ ببینید بوت استراپ رو با ساس نوشتن، خب که اینجا هم اومده درباره صحبت کرده با ساس هستش، میگه میتونید بیاید کل فایل هایی که بوت استراپ هستش رو که با ساس نوشته شده دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید، یا نه کامپایل شده اش رو استفاده بکنید، هر جفتش که دوست داره، هر کدوم که دوست داره. واقعیتش اینه که ساس رو اگه میخواید داشته باشه، اولا توصیه نمی‌کنم بیاید با ساس دانلود بکنید، چون باید برید تو ساسش مثلا می‌خواید یه سری کلاس جدید یا مقدار جدید درست بکنید، خب چه کاری تو یه دونه زیر این میای یه دونه سی اس اس مثلا کاستوم درست می‌کنی با اون شروع می‌کنی کار کردن و نیاز نیستش. بیاید همین کامپایل شدهش رو می‌زنیم دانلود بشه که میاد الان اینجا برای ما دانلودش کرد، این کامپایل سی اس اس جی اس رو دانلود کرد. اینجا هم باز اومده گفته که ببین می‌تونی بیا چیکار کنی، بیای از CDN ها اینجا استفاده بکن. خب CDN ها چیه؟ اینجا فکر می‌کنم در مورد CDN ها صحبت نه، این میگه اگه بخوای بوت استراپ رو به وسیله NPM دانلود بکنی میتونی. اوکی هیچی، یارن هیچی، روبی هم هیچی، کامپوزر هم هیچی، نوگت هم که برای سی شارپ هیچی. اینا رو باید حالا یاد بگیر. کامپوزر اصلا یه قضیه جداگونه‌ای داره، جم برای روبی هستش قضیه جداگونه است، یان که واسه نود جی اس و ام پی ام هم که برای نود پکیج منیجمنت هستش که میگه میتونید بیاید بوت استراپ رو دانلود بکنید که هیچی، اصلا اولا باید شما اولا جاوا اسکریپت رو یاد بگیرید که بتونید با اینا کار بکنید، یعنی با همشون. حتی نوگت نه، یا ان یوگت هم بهش میگن، این برای دات نتی هست، میبینید برای سی شارپ هست که هیچ اصلا کاری نداریم با اینا، زمان سمت به اون سمت رو کاری نداریم. خب این کانتنت دلیوری نتورکی میخواید شما اینجا استفاده بکنید یه سی دی ان ها به چه درد میخوره؟ نگاه کن، من الان اومدم فایلش رو دانلود کردم، یکی بعد میگم من نمیخوام از کانتنت دلیوری نتورک استفاده کنم، خب میگم باش، میاد اینجا کلیک راست میکنه و اکستراکت فایل میکنه و اینجا میاد قرار میگیره. من میام این رو پاک میکنم چون در واقع فضا نگیره، میام اینجا با CSS و JS رو کنترل C میزنم و توی پروژه میام اینجا پیستش میکنم، ریفکتور رو پیستش میکنیم تا پیست بشه بیاد بالا. خب بزنیم بیاد بالا، این هم که کار نشته باشید هم کنسل بزنید، این هم که خودش رو باز میکنم. به جای اینکه بیام از اینها استفاده بکنم، CDN ها یا مقادیری که اینجا هستش، من اینا رو پاک بکنم. ببین هر دو حالت رو بهت گفتم ها، حالا بعد در مورد CDN هم کامل صحبت کنم. اینم که خودش اومده در واقع داره میگه UTF-8 که مشخصه چی هستش، اینم که بحث همون دیوایس در واقع دیوایس ویت و مقدار اینیشال اسکیل 1 و شرینک تو فیت 9 در واقع وقتی که بیاد جنریت بشه. خب من میام اینجا تایتل هم میذارم اینجا باشه هیچی، بعد میام اینجا میگم لینک تو CSS و لینک و میزنم و اینجا ببین بوت استراپ گرید هست، گرید صحبت میکنه، ریبوت هست صحبت میکنه در موردش، بوت استراپ CSS داریم، مین CSS داریم، مپ ها هم در موردش صحبت میکنم. مپ ها به کار ما نمیان، مپ ها در واقع چون این در واقع بوت استراپ اومده شده با ساس نوشته شده، وقتی که ساس بخواد کامپایل بشه یه مپ هم جنریت میکنه به ازای همه اینا که اینجا داره میبینی، یه مپ هم هست. خب با مپ ها کاری نداریم، مثلا کار من نمیاد چون توش مثلا اومده در مورد ورژن ها اینها اومده صحبت کرده، حالا اگه هم بازش بکنید کاملا مشخص هستش. خب من میام اینجا بوت استراپ سی اس اس رو داریم،
که میتونید در واقع بازش آدرس بدید، که اگه اینجا بزنید روش مثلا bootstrap min css bootstrap min css map و خودش هم اینجا بزنید روش، یه سری این چیزایی که درس دادم متغیر تعریف شده و یه سری کلاس هایی که اینجا دارید میبینید، کلی کلاس داره. ببین با اون پایین شما بیا 10000 و خورده سی اس اس نوشته شده و مدیا هم ببین، مدیا کوئری هم داره، اصلا کل این وبسایت روی مدیا کوئری سوار هست. شما باید بنویسید دونه دونه ببینید که اینا چیکار کردن. من توصیه نمیکنم، با یاد بگیرید ازش استفاده کنید. خب بوت استرپ مین هم که اومده مینیفای شده، این یا اصطلاحا تمام اسپیس های بینشون اومده حذف شده. خب کاری نداریم، میام اینجا من بوت استرپ مین رو میخوام استفاده بکنم. بس فرق بوت استرپ سی اس اس و بوت استرپ مین در این هستش که شما سی اس اسی که دارید رو، این سی اس اسی که اینجا دارید میبینید، اومده به جایی که اینجوری مرتب و اصطلاحا آبشاری نوشته شده باشه رو، اومده اسپیس های بینشون رو از بین برده، بوت استرپ مینش کرده. خب میام اینجا برمیگردم میگم بوت استرپ مین دات سی اس اس ایشون رو قرار بده و این انتها هم میام جاوا اسکریپتش رو میگم میخوام قرار بدم، میام میگم که جی اس و اسکریپت. خب اسکریپتمون مقدار سورس رو میزنیم توی جی اس، اگه وارد بشه فقط بوت استرپ مین رو داره. خب بوت استرپ مین دات جی اس یا خود بوت استرپ جی اس، خب مپ هاش هم همینطور، مپ ها هم قضیه شمانه در واقع از این فریم ورک استفاده میکرده می نوشته که اومده اکما اسکریپت در واقع می نوشته، اومده این طرف تبدیل شده به در واقع جاوا اسکریپت. من بوت استرپ مین رو دارم، اون دو تا دیگر ندارم، چیکار کنم؟ بعد برید دانلود کنید. خب چه جوری میای اینجا روی ایشون رو در واقع میای و کپی میکنی این قسمت رو و ببین من حالت مختلفش دارم، ببین کنترل سی کنترل وی و کلیک راست میکنی سیو از میکنی. من پروژه هم میدونم چی اسمش بود، بوت استرپ اینا هاشش جی اس پاپر رو اینجا سیوش. خب حالا میرم سراغ در واقع کجا، میرم سراغ جی کوئری و جی کوئری هم داشته باشم ولی از نوع اسلیم، من اسلیم نمیخوام، میرم تو گوگل میزنم جی کوئری. خب و وبسایت جی کوئری میاد بالا. خب من میام اینجا این دانلود زده جی کوئری روش کلیک میکنم، اینجا ببین زده کامپرس جی کوئری یا مثلا مینیفای شده آن کامپرس که در واقع دیولپمنت ها توصیه میکنه از این استفاده کنید. یه گزینه هم داره به نام اسلیم، داره میگه یو کن آلسو، میگه تو میتونی استفاده بکنی از اسلیم بیچ، در واقع چی داره؟ اکسکلود داره، اکسکلود هستش میگه ایجکس و افکت ها ماژولا اینا رو نداره داخلش، سبک داره. خب در واقع میگه سبک تر هستش و میتونی ازش استفاده بکنی. خب من که میخوام همه رو داشته باشیم، پس میام اینجا مقدار کامپرسش رو میزنم و سیو از رو میذارم و میرم توی همین مسیج جکوئری رو هم قرار میدم. پس اسلیم رو استفاده نمی کنیم، میام اینجا اسکریپت رو میذارم و میام اینجا سورس رو میذارم. خب ترتیب اینها، ببین ترتیبی که اینجا گذاشته دقیقا ترتیب رو به این صورت پیاده میکنه. چرا؟ چون اول جکوئری میاد تمام کانفیگاش قرار میگیره توی در واقع بروزر، بعد میاد پاپر قرار میگیره، بعد بوت استرپ می، حالا یکی میاد این بوت استرپ مین رو میذاره بالای جی کوئری، بعد انتظار داره که مثلا مدالش اجرا بشه، اسلایدرش اجرا بشه، اجرا نخواهد شد. دیگه در مورد اینکه چه جوری متغیرا قرار میگیرن و اینکه به چه صورت میاد خونده میشه صفحات وب دیگه صحبت کردیم. اینجا اگه ترتیب به این شکل هستش باید ترتیب رو دقیقا به همین شکل نگهش دارید. میایم اینجا پس من برمیگردم میگم جی اس و مقدار جی کوئری ایناشش و مقدار بعدی هم پاپره، مقدار پاپر رو می‌نویسید قرار می‌گیره. الان سه تا مقدار رو قرار داده. خب از این لحاظ این خوبه، از این لحاظ که الان این سورس اینجا وجود داره و اگر هر اتفاقی برای این CDN ها بیفته و یه موقعی بیاد قطع بشه و این دیتا ما نتونیم دیتا رو بگیریم، الان چیکار کردیم؟ ما اومدیم از این اتفاق جلوگیری کردیم، اومدیم گفتیم کل CSS و JS توی پروژه ما باشه، فردا هم خواستیم ببریمش رو وبسایت هیچ مشکلی براش پیش نخواهد اومد و همیشه فایل ها توی در واقع روت پروژه‌مون هست و خود پروژه هم وقتی در واقع وبسایت بیاد بالا همیشه از این استفاده میکنه، میاد دیتا های ما رو نمایش میده. و اما CDN ها چی هست؟
ببین کانتنت دلیوری نتورک که دارید شما اینجا میبینید، این CDN ها اصطلاحا وقتی شما میاد ازشون استفاده میکنید خیلی هم خوبه، من نمیگم بده و میتونید ازش استفاده بکنید که هم برای CSS تون هستش هم برای در واقع جاوا اسکریپت تون. ایشون در واقع شما وقتی میاد توی وبسایتتون قرارش میدید، حالا اگه این رو من بیام به این صورت کامنتش بکنم و این شکلی قرارش بدم، نگاه کنید اگه Alt F2 بزنید بازم این، اگه Ctrl U بزنید بازم این داره بوتستراپ مین سی اس اس رو میاره. یه خوبی داره. چه خوبی؟ این کانتنت دلیوری نتورک ها این هستن که اصطلاحا این چیزی که دارید میبینید، این مسیر که اینجا دارید میبینید چیکار میکنه؟ میاد توی بروزر شما اصطلاحا کش میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا طرف وبسایت شما وقتی که یک بار میاد طرف مقابل مثلا وبسایت شما رو مثلا یه دامنه ای داره، مثلا فرض کن domain.com اسم وبسایت، وقتی وبسایتت میاد بالا تمام این فایل هایی که اینجا وجود داره رو میخونه. این CDN که اینجا دارید میبینید این رو چون ما داریم حالا از یه دونه در واقع سرور خارجی داریم میگیریمش دیگه، یه دیتا اونجا وجود داره، میاد اصطلاحا کش میشه توی بروزرتون. کش شدن تو بروزر یعنی چی؟ یعنی اینکه این دیتا، این دیتایی که دارید اینجا میبینید، دارید میبینیدش، میاد توی توی در واقع بروزر شما ذخیره میشه و بار دیگه که من اومدم برم مثلا domain.com رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ چون این فایل اومده اصطلاحا توی بروزر شما کش شده، دیگه فراخونی نمیشه، توی حافظه بروزر شما هستش و هر بار که وبسایت میاد بالا چه اتفاقی میفته؟ میاد و این فایل رو چون تو حافظه ذخیره شده از حافظه ذخیره حافظه استفاده میکنه و سایت رو میاره بالا بدون اینکه بیاد چی بشه؟ بیاد هی در واقع این رو فراخونیش بکنه. خب پس یه بار بیشتر فراخونی نمیشه. حالا یکی برمیگرده میگه من از استفاده نکنم، من ببین بستگی به خودت داره، من دارم هر دو حالت رو بهت میگم. اگر از این استفاده کنی خب کامپیوتر در حال در واقع بروزر یه بار کش خواهد کرد، این رو تو حافظه خودش ذخیره خواهد کرد و هر بار که دیگه وبسایتت میاد بالا دیگه این فایل چون ذخیره شده تو حافظش از ذخیره فایلش استفاده میکنه برای در واقع بالا اومدن وبسایت شما. خب پس میتونم از هر دو حالت استفاده بکنم و اینها رو در واقع تو وبسایت خودم قرار ندم و وبسایتم رو در واقع فایل هاش رو ریسورس کمتری هاستم مصرف بکنه. هر کدومش که فکر بکنید درست هستش رو از اون حالت میتونید در واقع انتخاب بکنی و استفاده بکنی. خب آیا مثلا جی کوئری و پاپر رو بوت استرپ هم سی دی ان داره؟ آره، نگاه کن این دوتا سی دی ان برای در واقع پاپر و بوت استرپ شما، من کنترل سی کنترل وی میزنم، ولی برای جی کوئری کافی که تو اینترنت سرچ کنی، بزن سی دی ان جی کوئری و CDN هایی که برای jQuery هستش رو بهتون نشون میده که CDN هاش زیاده. در واقع بریم ببینیم کدومش رو بهمون پیشنهاد میده. سیال ورژن jQuery کور آن کامپرس مینیفای اسلیم. خب من 3.5.1 مینیفایش رو میخوام. CDN اش اینه، کد jQuery 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 min.css https و این مقدار رو که دارید می‌بینید این کامپلت، این رو کپی می‌کنی یا اینجا هم کپی داره، کپی کلیک بورد رو می‌زنید و ما اسلیم نمی‌خوایم استفاده کنیم دیگه، من گفتم که اسلیم نمی‌خوام استفاده کنم. من میام اینجا کنترل وی رو می‌زنم، آلت اف 2 رو می‌زنم و اگر کنترل یو بزنم طبیعتاً بعد ایشون رو هم به من بده که می‌بینید جکوری مین رو به من داد. خب هر دو حالت رو دلتون بخواد می‌تونید استفاده بکنید، حالا هر کدوم که مایلی. من کدوم استفاده میکنم فرقی نمیکنه، من تو پروژم ممکنه از این حالت استفاده بکنم، یه موقعی دل بخواهی میشه برم، یه موقع از این استفاده بکنم، یه موقع از این حالت، کدومش بهتره؟ ببینید خب این بهتره دیگه، واقعیت امر رو سرچ بکنید ایشون بهتره. حالا خیلی برمیگردم میگم اینترنت ما ضعیف و فلان، نه الان دیگه تو ایران هم دیگه اینترنت انقدر ضعیف نیستش، الان دیگه تو روستاها هم برید دیگه اکثرا 4G رو دارن. پس از این حالت استفاده بکنید خیلی بهتر هستش و دردسر کمتری دارید و اینجا فایل رو اصلا ذخیره نمی‌کنه. من اینا رو دیگه پاک میکنم که بدونید به چه صورت هست. بریم در مورد کارهامون و شروع کردن کار با بوتستراپ که به چه صورت میشه بوتستراپ رو پیاده سازی کرد و کلاساش رو یاد بگیریم شروع کنیم.